اگر اجازه بدید من یک تاریخچه ای از اینکه ما اصلا علم چگونه شروع شد و ما چگونه به بیگ بنگ رسیدیم رو من توصیح بدم حالا وسطش اگر با هم گفتگویی هم بکنیم که خب خیلی هم عالی میشه راستش من میخواستم یک اشاره به اساتیر بکنم ما قبل از اینکه علم به وجود بیاد و قبل از این که اصلا بدونیم علم چه بوده یا علم به عنوان یک روش برای شناخت جهان چیست انسان توضیحاتی داشته برای اینکه از کجا اومده اجدادش کیا بودن جهان چطور خلق شده اینا رو ما تا حدودی میدونیم مثلا تا حدودی با, با اساطیر زرتشتی آشنا, آشنا هستیم که انگره مینو چی بوده نمیدونم دونم مزدا چه بوده زروان که پدر اینا بوده چگونه بوده و حالا اجداد ما میگفتن پس از اون اساتیر یهودی که به مسیحیان به اس رسیده و پس از اون هم خب اسلام از اونها گرفته تا گونه به گونه ای اومده جایگزین و اینها شده که یک کسی بوده حالا یهوه بوده بعد مسیحیان اسمش شد به جهوه حالا یا بعدن لورد تغییر دادن بعد در اسلام تبدیل شد به الله حالا کار ندارم این بوده و بعد چیزی خلق کرده به نام زمین و آسمان خلق کرده حالا وارد دیتیلش نمیخوام بشم و بعد آدم و هوا و اینها اساطیر یهودی است یا مثلا برای من اساطیر کشورهای آفریقایی خیلی جالبن توی کنگو یک قبیله هست به نام بانتو که اینها میگن در آغاز هیچ نبود بعد فقط تاریکی بود و بهش میگه watery darkness یعنی یک تاریکی یک تاریکی ظلماتی که در مثل آب موج هم درش هست بود که حالا خب این خودش ایراد منطقی داره اگر هیچ نبود دیگه اون موج هم که دیگه جز است یه چیزیست بالاخره ولی به هر حال میگه فقط این خدا بود که اسم خدا هم بومباست و بعد میگه بومبا دل درد گرفت خورشید رو همچین ببخشید بالا آورد بعد نور خورشید تاریکی ها رو نابود کرد گرمای خورشیدم بخشی از آب رو بخار کرد بعد زمین پدیدار شد بعد دوباره این دل درد بومبا تموم نشده بود بعد دوباره یه چیز دیگه رو بالا آورد شد ماه بعد شد ستاره ها بعد حیوانات انسان رو هم میگه در حقیقت ریگاجتیت رج، میکنه بالا میاره یا اساتیر چینی خیلی جالبن به خصوص تو آین داو مثلا در رابطه پنگو یک چیز دارن این کرکتر یک ریش داره سر شمس سگه باز میگه در آغاز هیچی نبود هیچ, هیچ تفاوتی بین زمین و آسمان نبود این پنگو هم توی یک مرغ سیاهی بود هجده هزار سال اون تو بود وقت بعد یه تبرش رو برداشت وقتی بیدار شد این از تخم بیرون اومد بعد رو شکست بعد اون چیزایی که سنگین بود رفت اون ته شد زمین اون چیزایی که سبک بود رفت بالا شد آسمان هندوها مثلا که میگن لرد ویشنا بود و بعد براما که خدا به خداست به براما میگه جهان را بیافرین حالا کار ندارم و این نکته اینجاست که تو دل همه این اساتیر اگر نگاه بکنی ما میبینیم اگر بخوایم ربطشون بدیم به فیزیک مدرن خیلی کاری نداره یعنی میشود به یک مدلی گفت بفرما ببین این یعنی اگر ما مثلا طرفدار آین داو باشیم میتونیم بگیم که اینا هم همین رو میگن میگن تاریکی و هیچ هیچ نبود در آغاز هیچ نبود بعد از هیچ چیزی به وجود اومد کما اینکه مسلمان ها ادعا میکنن که در سوره انبیا فهم کنم آیه سی باشه که خداوند حالا اسم آسمان و از زمین جدا کردن رو اسمش گذاشتن بیگ بنگ که حالا مقاله تست ولی میخوام بگم هر کدوم از این تئوریهای آفرینش رو به ای ما میتونیم یک تعبیری ازشون بکنیم ربطشون بدیم چیزی که در مورد اینا جالبه اینه که هیچ تصوری از ما در ما به خدا نمیدن هیچ درکی به ما نمیدن که آقا این چیزی که شما بهش میگی وشنو که بعد به مثلا براما یا همون برهما گفت جهان رو بیافرین انسان رو بیافرین خب این خودش چی شد از کجا آمده بود از کجا آفریدش انگار انسان فکر کرد یک چیزی همیشه باشه اونجا خب اون آفریده دیگه حالا نمیتونیم بگیم اونو کی آفریده تمام این داستان آفرینش آفریدش به اینجا که میخورن به یک مشکلی بر میخورن متاسفانه و حالا از اینا اگر بگذریم من فکر میکنم که میتونیم برسیم به داستان بعد از اونا تو یونانیا اونایی که ما داریم مثلا تالس اینها کم کم یک فیلسوفانی درست شد توی یونان که اینها به طبیعت نگاه میکردن فیلسوفان طبیعتگرای یونان مثل تالس مثل انکساگوراس اناس... مثل هراکلیتوس مثل دموکریتوس اینها نگاه کردن گفتن آقا ما بیایم این جهان رو توضیح بدیم یه ذره با مشاهده دیگه توضیحش بدیم بگیم که خب یک سری المنت یا عنصر اولیه هست که آب و باد و خاک و آتش هست که البته خب چینی ها مثلا چوب هم جز عناصرشون هست یا آهن هم مثلا فکر میکنم توی اناسر. اونا بیشتر دارن عناصر اولیه رو ولی این چهارتا رو در نظر بگیریم اینها عنصر های پاک خالصن حالا جهان از اینا درست شده حالا بیایم توضیح بدیم جهان چجوری درست شده مثلا تالس میگفت آقا زمین یه دیسک تخته یه دیسکیه خب نگاه میکردن میبینن تخت دیگه گردی زمین رو که نمیتونستن ببینن یه دیسک تختی که روی آب شناوره خیلی هم جالبه خب آخه اطراف همه خشکی ها آب دیگه این ساده بوده که آدما فکر کنن یه دیسکی روی آبه به نظر اینجوری می که کل جهان یک جزیره است در حقیقت همه چیز هم از آب میاد حرف تالس بود بازم میشد فهمید که آقا بارون میاد از دل بارون مثلا خاک خیس میشه یه سری موجود زنده در میان یا آبو که سفتش میکنیم برف میشه میشده فهمید یا مثلا آناکسا گوراس بعدیه اینم خیلی آدم جالب میگفته ماه نور خودش رو از خورشید میگیره فهمیده بودن این ادعاهایی که تو این کتابهای مثل قرآن و بایبل میشه که حرفایی میزنن که فکر میکنن انگار این ادعاها قبل از اینا نیومده بوده به این فیلسوفای یونانی که نگاه میکنیم خیلی هاشو گفتن یا به اساطیر میدل که نگاه میکنیم به, به اساطیر نمیدونم آکادیها ها, نمی آکادی ها. می خیلی از این حرفا زده شده مثلا اینا چیزای جدیدی نبوده اینکه ماه نورش از خورشید میگیره گفته شده بوده یا مثلا دموکریتوس در باب اتم حرف میزنه خیلی خیلی حرف پیشرفته ای بوده که میگفت آقا ما یه تا یه حدی میتونیم ریز بشیم در ماده میرسیم به چیزای کوچیکی به نام اتم مثلا کلمه اتم رو دموکریتوس گذاشته فیلسوف پیشا سقراطی یا خود افلاطون که حالا کار ندارم که اصلا حرف افلاطون این بود که میگفت خدا همیشه در حال حل مسائل هندسی است میگفت God is doing geometry all the time. Um, اینها جهان رو به گونه ریاضی میدن به خصوص افلاتون از فیثاغورس تاثیر گرفته بود این ریاضیات به یک حالت متعالی برای افلاتون در دل این جهان تنیده شده بود اینها کم کم سعی کردن نگاه اساتیری رو که هیچ بنیاد علمی نداشت به،, کنار بزنن و یک جور این جهان رو توضیح بدن مثلا این داستان که آیا جهان حادث است یا قدیم که آیا جهان به یک اتفاق افتاده یا از قدیم بوده یه بحثی بود خب ارسطو معتقد بود جهان همیشه بوده جهان قدیم بوده این بحث کشیده شده بین معتزله و او یعنی اومده تا حتی مثلا به زمان خیام هم جاری بوده این یک ابروبایی داره خیام میگه که جاوید نیام چون در این ده مقیم پس بیمه یا معشوق خطایی است عظیم تا کیز قدیم و محدث و میدم و بیم چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم یا تا کی درد این قدیم و محدث بکشیم جهان قدیم بودی یا محدث بوده آقا اگه بگیم محدث بوده یعنی به وجود اومده حالا بعد پرسید خدا قبلش چی کار میکرده این جینیستا طرفداران مکتب جین در هندوستان که 6 میلیون نفری هم هستن اینا میگن آقا اصلا نمیشه جهان خدا جهان رو خلق کرده باشه پس قبلش چه میکرده سانی نگه خدا جهان رو خلق کرده پس این همه بدی تو جهان این جهان همیشه بوده یه سری خدایانی هم بودن همیشه بگذاریم ولی کم کم علم که وارد میشه ارسطو نگاه میکنه این آقا این خب زمین احتمالا مرکز است و خب ماه داره تو یک مدار میگرده خورشید داره تو یک مدار دور دورتر میگرده سیاراتی مثل مریخ مثل ونوس اینها میگشتن چرا میگشتن؟ چون زمین دور خودش میگشته اینها میدیدند که این سیارات میگردن و گفتن اینا میگردن هر کدوم هم پلین خودشون رو دارن لایه خودشون داره دارن و سیستم عرستوی فلواقع این بود که آقا زمین در مرکز است و دلیل این رم که هر چیزی میفته یک هیئت علمی ساخته بود عرستو علم چیکار میکنه علم میاد توضیح میده دیگه علم میگه خب همه چیز میفته ما چجوری توضیح بدیم چرا همه چیز میفته ارسطو اینجوری توضیح میده میگه اصل همه چیز زمینه هر چیزی هم میخواد به اصل خودش برگرده هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوی از روزگار وصل خیش ما هر چی رو از اصلش بلند کنیم از مادر خودش گرفتی سنگ رو که بلند میکنی داری از اصل خودش دور میکنی سنگ میخواد به اصل خودش برگرده برمیگرده به اصل خودش و خب در مورد ستاره ها و اینها داشت توضیح میداد که میگفت اینها اون مدل جوهری هستند که قسمت مادیشون رو از دست دادن فقط صورتن به یک مرحله متعالی رسیدن ما هم باید از این صورتمون به صورت بیشتر حالا بگذاریم بحث های فلت... متافیزیک نمیخوام واردش بشم ولی توضیح میداد که آقا سیارات چی و این کرات آسمانی چی هستن و زمین چیست و هدف از جهان چیست همه اینها رو تو یک سیستم متافیزیکی توضیح میداد تا میرسه به یعنی بطلمیوس که خب این خیلی مهم بوده هیئت بطلمیوس است که باش دریانوردی نوردی میکردن تا قرن هم توضیح میداده هیئت بطلمیوس پیچیده تره میاد میگه آقا این سیارات بعضی از اینها نه فقط به دور زمین میگردن بلکه به دور همدیگه هم, هم می گردن یعنی چند تا دایره در چند دایره یعنی در حقیقت اپی سایکل توی همدیگه است این اپی سایکل ها رو تو بعد اون رمل استرلاب اگر دوستان یادشون باشه این سیستمی بود که بر اساس هیئت بطلمیوسی بود که هر کدوم از اینها یک مدار داشتن ماه یک مدار داره خورشید یک مدار داره ام... واقعیتش اینه که ایناش کدوم با علم جدید در تناظر نیست چون مشاهدات مشاهداتی است که بر اساس یک سری مفروضات غلطه مفروضات اولیه چیه مفروضه اولیه اینه که زمین مرکز است مفروضات اولیه اینه که چهار تا عنصر اولیه داریم آب و باد آتش و خاک مفروضات اولیه اینه که نیروهای این جهان مثلا عشق است عشق همه چیز رو این این مفروضات وقتی غلطه مشاهدات ما رو هم وادارمون میکنه که نتیجه های غلط ازش بگیریم یعنی بهش میگن مثلا استدلالی که صادق نیست استدلالیه که صدق مفروضاتش درست نیست حتی اگر خود استدلال درست باشه یعنی ولید باشه نتایج ما صادق نیست نمیدونم اگر نکته ای دارید, دارید هم بل, بل, من یه, یه, چیزی که معمولا میگم مخوام نظر شما چه اینه که خیلی از این فیلسوف های یونان و باستان یه خیلی هایی زدن که غیر علمیه و اشتباهه ولی موضوع اینه که فرقش با بقیه این بود که بعضیش هم درست در اومد فرقش این بود که متدولوژیش با کسایی که داستان تراشی میکردن با کسایی که بالد. از استوره و خرافات و وحی اینا استفاده میکردن برای توضیح جهان متدولوژیش فرق داشته بالد. و موضوع اینه که من همیشه خیلی به نظرم خیلی, فو... خیلی فوکس میکنن روی اینکه نتیجه درسته یا نتیجه درست نیست خب من همیشه میگم متدولوژی از نتیجه مهمتره چون ام... این متدولوژی این روشی که اینا استفاده میکردن چون خیلی برتر بود از این روشهایی که هیچ وقت جواب درست نمیده و, و این متدولوژی که هم بهتره و هم میتونه تکامل پیدا کنه هی بفهم، هی چیزیه که روسنگ سنگ ننوشته شده که نتونه تغییر بکنه و این شروع یه متدولوژی خیلی بهتر بود که بعدا به یه جایی رسید که هنوز هم بعضی موقع نتیجه اشتباه میده ولی مقدار نتیجه های درستی که میده نسبت به نتیجه هایی که از وحی و خرافات و استوره و اینا برای توضیح جهان میاد درصد نتیجه خیلی درستره یعنی با اینکه این, این فیلسوف های یونان و باستان و های مثلا چین و جاهای دیگه خیلی بعضی درست بوده خیلی حرفاشون اشتباه بوده موضوعی نیست که نتیجه چیه موضوع اینه که متدولوژی برتری برای من بوده برای که بر منطق بوده بعد آره من موافقم یعنی بر... اعتبار رو به, یک به یک نحوی بهش رسیده بودن که اعتبار از یک متدولوژی درست میاد و خب تقریبا میشه گفت پدر این داستان عرستوست که <تص> بیولوژی فیزیک نمیدونم حالا متافیزیک رو بذاریم کنار جانور شناسی یا شناسی همه اینها رو برای یک به تر... تراحی میکنه و بعد خب توی بعد از قرون وسطا ما میبینیم جانور شناسی به یک ای رشد کرده که وقتی به داروین میرسه یک حجم عظیمی از اطلاعاتی که طبقه بندی شده به داروین رسیده همینطوری یه داروین نرفته یعنی از اونها استفاده کرده بایولوژیستا همینطور حتی روانشناسی هم فکر میکنم با فروید آغاز شده خیر حتی روان انسان رو از طریق متدولوژی علمی قبل از فرویدی ها بررسی کرده بودن فروید هم بر شانه دیگران سواره این ولی علم رو باید گفت واقعا با همین فیلسوفان طبیعی یونان آغاز شده انگار قبل از این های متدولوژی وجود نداشت تو که تو هم گفتی من فکر کنم خیلی اشاره درستی اینا متدولوژی علم رو بنیاد گذاشتن و امه. فاصله گرفتن از از وحی به عنوان یک روشی برای رسیدن به حقیقت و متدولوژیش هم هم خیلی نقص هم متدولوژیش یعنی متدولوژی که فرانسیس بیکن اومد گفتش که علم کار میکنه خیلی برتر بود از چیزی بله، که ارسطو بله. اینا میگفتن ولی خب بالاخره کسایی بودن عمید. که شروع کردن که بگن ما مشاهده میکنیم از از منطق مشاهدتون رو سعی میکنیم به این نتیجه درست برسیم خیلی موقع به نتیجه اشتباه رسیدن ولی هیچ وقت درسته خیلی خوب پس دقیقا